با استرین عضلات همین توی واریات دیگه اصلا این ارتباط سنجی انجام نشده، مقایسه نشده.
ولی ما حتما تو قسمت بحث و بیان مطلب نتیجه از این بحث این هستش که شما هستید محترم راهنمایی برآورده بکنه حالا اون نکاتی که گفتن مثلا گذاشته بشه که بوده نبوده ولی تو بحثی فرینجی دوباره بفهمید که شاید بشه مباحثی رو هم اضافه کردیم فقط کار شما رو قوی میکنه یعنی فرد و روزی اگه کسی ورق داد و بخوان دفته اشاره کردن که آناتومی مثلا یه جا باید باشه همون گفتی باشی که کسی اگه برداشتون ورق داد کامل باشه این قسمت هم من فکر کنم الان شما بهتر بتونید با نظر اساتید این کار رو انجام بدید حالا اینکه در چه حد و این هستی که سلیقه اساتید هستش بعد در مورد اون تست دابل لیبلینگ هم اشاره کردن به عضلات مایل بخاطر که توی رفرنس های دیگه اشاره کردن که اون تنها تستی هست که میتونه عضلات آمپیر شکم رو از جمله مایل ها رو ارزیابی کنه برای همین ایشون به همین صورت رو بوده یه جا اشاره کرده عضلات آمپیر جو گفته عضلات مایل اونجا با یه روش ابجکتیو این کاری کردن مثلا اینکه یه چی کردن میتونه به این نتیجه رسیدن یا کردن اینکه فرداشت رو تست لابلین برای ارزیابی از دولت عمر شکم مایل ها رفرنس هایی که داشتی که گفتن این مربوط به عمل کردی این بود از دولت گفته بودم به خاطر اینکه توی این پوزیشن تست لابلین ثبات حلقه دگنی در واقع آزاد یعنی یه جوری هست که از عملکرد فلکسورای ران جدا میشه کامل یعنی فلکسورای ران توی ثبات حلقه لگنی توی این پوزیشن هیچ دخالتی ندارن بنابراین اسپسیفیکی این تست برای در نظر گرفتن عضلات مالیه و عمقی خیلی بالا است مثلا بتونی مطالعه یه جی کرده بودن یا برداشتشون بودن شما رو این برداشتون کنیم راستش توی اون مقاله که من خوندم استناد کرده بود و نگفته بود فانکشنال بوده یا ای ام جی بوده من میتونم برم مستند درانم که چی خودتون دقت بکنید مطلبی که میارده این اون چیزی که عرض کردم خیلی ممنون پرزنتشن کنم که خیلی عادی بود خوب بود از این بالتر بود آیدو تنسیر بفنید مولیگرد سوال ندارم تشکر کنم خیلی زحمت کشیم چرا به همه کنیست آیدو اول تبریک میگم به مادرشون به خانوادهشون و بعد به خودشون بابت انجام این کار خوب به دکتر من در مورد فرمایشات به دکتر سلطانی این پیش ندارم کاری بسیم این ولی خب خیلی عالیه مثلا ما اول باید ابزارش رو واسه این بچه ها فراهم کنیم حالا خانم سفری تازه با تمام تلاش هایی که کردن دومین نفر از اولین گروه این بچه ها که دارن فارغ التحصیل میشن چند گروه تا این بچه ها پذیرش شدن و دوستان هم دورشون چقدر کارشون میتونستن انجام بدن و پیش ببرن یعنی مثلا بگم یه ابزاری هم باید برشون فراهم میشه پیشنهادتون بسیار خوبه در مورد عدم نیاز به مرور بیومکانیک و آناتومی فرمایشتون باز درسته من تا من این چیزی که تو تز این بچه ها میبینم زمان ما حدود 14 سال پیش که تز فوق لیسانس مینوشتیم این بچه باید با نحوه نگارش تز آشنا بشن یعنی اصلا باید کلاس هایی براشون گذاشته بشه که اینا رو یاد بگیرن من تا این بچه ها یاد نمیگیرن یعنی حالا چیزی که من دیدم میرن معمولا پایان‌نامه های و دوره های بالاتر رو ورق میزنن اصلا متوجه میشن آناتومی هم بذارن بعد نیست فرمایش شما کاملا به جا و درسته اصلا تو بادی این پایان‌نامه بخشی که در مورد کور و اهمیت کور باید صحبت بشه خالی بوده منتها داستان چی بوده این بچه اول یه پیش شرطی براشون گذاشته میشه که برای فارغ التحصیلی بعد این کارتون انجام بدیم بعد یه مقاله اکسل شده حداقل حالا فارسی یا لاتین که اگر باشه چه بهتر داشته باشیم تا بتونیم اجازه فارغ التحصیلی بدیم چقدر فرصت بهشون میدیم برای اینکه برن یاد بگیرن نحوه نگاه چون اصلا ارشد باید نحوه نگاهش پایان‌نامه رو یاد بگیره این رو مقاله رو میخونه حالا تو پی‌اچ‌دی نحوه نگاهش مقاله رو یاد میگیره منطقه اگر شما منطقه به خودشون هم گفتم رو درست مشاورم ولی به هر حال دقیق نمیشون چیزی که حق برم نگم اصلا فرمت پایان‌نامه خانم سفری بیشتر شبیه مقاله است یعنی مقاله است که فقط اسپلین شده یکم بازتر شده کمتر به یه پایان نامه شبیه علت اینکه حجم رو عرض کردم چون واقعا نیاز هست بیومکانیک در مورد صحبت بشه آناتومی صحبت بشه و بعد کانسپت رو توش صحبت بشه یعنی ما نیاز اینجوری نیست که بخوایم در واقع همه چیز رو دونسته شده فرض کنیم این یه پایان نامه است یعنی وقتی کارتر خونده میشه باید تمام اون متغیرها و مفاهیم رو در موردش مطلب توی بادی اون تست داشته باشه
فهمش شما کاملا درست سن کنیم، کمکشون کنیم که اینو اضافه کنن، چه به خود بادی مطلب چه به بحثشون که فهمیده. در مورد نحوه سطح در ارزیابی سطح فردی ورزشی ببینیم، شما خودتون استاد هستین بهتر میدونید، ولی بعضی از نقاط بدن مثل مثلا مفصل زانوی پرسشام داریم به اسم تگنس که این سطح فعالیت ورزشی آسیب‌های زانو رو میاد بررسی می‌کنه که اصلا ما خودمون ولیدیتش کردیم و مقالش هم چاپ شد. خود رو برای جایی مثل پلویس و لگن و اینا یا مفصل دیگه همچین میل این وجود نداشته یا نداره یا حداقل ما حداقل نمی‌دونیم فعلا. در نتیجه مجبور بودن بیان به همون خصوصیات آنتروپومتریک و در اون چیزایی که از خود افراد خود کیسا می‌گرفتن استناد کنن. این هم مورد به جایی بود که حالا قرار تو تحلیل رو ببخشیم. من از اون از سطح فعالیت بود که ببینید ما نمیتونیم مثلا از اون یه برود افتر سامن رو یه رومونی مثلا نشنال بیک هستن یه ملیدی هستن و یه برود که اینترنشنال بیک دارن و سالمن حتی بیاس بودن چون هره پرومانسی هم بگی از دستر از این هست در هم از اون هم نبود و دوتا معمولا یه همچین کیسی و کشنا این کار کردن مثلا اگر کیس آسی دیده نشنال مثلا بادکان تیم ملی بوده اومدن مچش رو هم از همبازیش از هم تیمیش گرفتن این کارو کردیم دیگه. راستش من اصلا تیم بزرگشو رو مثال می‌زنم. من همه سعی کردم که دسته یک باشم، یعنی اینو خودم لحاظ کردم. یعنی همه شد تو لیده یک. حالا اون داستان استندرشن مورد ودود که میخواستم عرض کنم میدونین که باز این بچه ها معمولا یه تایم محدودی رو دارن برای کیس گیرن و وقتی مثلا بیرم چین کاری که خیلی در موردش صحبت هست و پارامتر زیادی دخیله میام 50 تا کیس رو میبینن که 25 تا سالم 25 تا آسیب دیده است، قطعا این منجر به این میشه که بعضی از پارامترها حتی استندرشناش با هم اوورلپ داشته باشن و در نتیجه تو در واقع مثلا 20 باشه تو بس یه مقدار تو بس نشه روش خیلی شسته رفته نتایج شسته رفته ای که مرسا مشخص باشه به ما نده. این پیش میاد این نکته رنج خیلی بازه بعد در ایراد شما تا حالا بوده فرمایشتون بود، یعنی اگر اون بچه به بهتر انجام نشود چون فکر کنم تقریبا جلسه رو خاتمه بدیم اون رو بخوایم دوره از اپنی کردیم شد یا بیتا باشه خاطر موقعی که دوستان تشریف میادن بیرون که میخواید اون رسی اون رسی اون رسی اینجور مرسی کنید افراد ساله ترمو در درستان تنش کنسل و چهار چهار نیست بوده مرسوس پنج و چهار تا دویس و چهار و سه بوده این باز بوده در صورت یک کتاب شاید احتیاج داره یا یک نگرش مجدد این بعد میگرده به دول فعالیت این هم یکی از پارامترش هستم بکنید درست مثلا این پیشنهادی دیگه هم باز توش برای کارشناسی ارشد اینه که من اون نفچه مشاور آمار از این کار حذف شده است. ببینید برای پزشکی این توقع هست که کار آماری رو خودش انجام بده چون دیگه میگیم روش ها رو میدونه، حتی در صورتی که اون پی‌اچ‌دی هم تو خیلی از موارد واقعا اون که تخصص اون آمار نیست همه فسار نمیشنستید به نظر اون شاید از روش درست بشه ولی واقعا متخصصین آمار هستن که آدم رو میتونن. من میدونم که ایشون رفتن که مشاوره دوستانه از یه دوستی گرفتن که تخصصشون آمار بود. شاید اگر یه متخصص آمار کنارشون میبود یه مشاوره آمار گفت که این پارامتر رو مثلا کنار بذار به خاطر همین ایرادی که شما میفرمایید. یعنی باز یکی از مواردی که من پیشنهاد میکنم به گروه به مشاورین کارهای ارشد که اصلا نیاز دارن یعنی باید تو کارشون باشه حتما مشاوره آمار کنه این بچه باشه که راهنماییشون کنه، نه اینکه بیان از منی که کارم یه چیز دیگه است بر اساس سطح سوادم مشاوره آمار بگیرن از استاد راهنما برمیشه و بعد از دوستانشون.